بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستداران و علاقمندان برنامه هفتگی امت. خرسند و خوشحال هستم که در خدمت شما همیانان عزیز قرار داریم. در جریان هفته شهید قرار داریم که به مناسبت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه هفته شهید گرامی می داریم و در طول این هفته یاد بوده از شهدای کشورمان، از شهدای نهضت اسلامی، جهاد و مقاومت و تا اکنون یاد و خاطرات شهدا گرامی داشته میشه و همچنان چیز دیگری هم که افزوده میشه به این هفته شهید هم شهادت استاد شهید رحمت الله علیه هست که سالگرد و یا یاد بودی استاد شهید هم انشاءالله در آستانه از او قرار داره. ما در این بحث و برنامه امشب ما در برنامه امت میخواییم که پیرامون همین موضوع و مسئله صحبت کنیم که شهید کی هست، به چی کسی شهید گفته میشه و شهادت چیست و همچنان جایگاه شهدا در اسلام و همچنان از لحاظ حقوقی ورثه شهدا کی هستن و چی حق بر ملت و دولت دارن و ما چی مسئولیتی در قبال شهدای خودمان داریم، میراث شهدا و آرمان شهدا را چگونه باید زنده نگه داریم. در خدمت جناب استاد عزیز احمد حنیف استاد دانشگاه هستیم که بیشتر انشاءالله صحبت میکنیم پیرامونی مسئله، اما قبل از آن گزارشی کوتاهی را داریم که با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. آنچه مسلم است این که واژه شهادت برآمده از آموزه های اسلام و قرآن می باشد. کلمه شهید در عرف فرهنگ اسلامی بر کسی اطلاق می شود که در راه خدا کشته شده باشد. اما آیا این کلمه دچار تحول معنایی نشده است؟ شاید گاه و بیگاه احادیثی را شنیده باشیم که مثلا کسی غرق شد شهید است. اما ارتباط این معنای شهادت با معنای رایج چیست؟ جهاد اسلامی و مقاومت ملی ما با تکیه بر اندیشه های اسلامی به پیروزی رسید و در تلاطم امواج جهاد و مقاومت خونهای زیادی تقدیم راه خدا شد. پس از شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود و همچنان رهبر شهید استاد برهان الدین ربانی و دیگر شهدای کشور که یک هفته را به نام هفته شهید اختصاص داده اند، واقعا که در این روزها واژه شهید و شهادت دوباره تراوت یافته و مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد در فضای حاضر پرسش هایی که مطرح شده حساسیت بیشتری یافته است. شهید کیست و شهادت چیست؟ آیا آنچه ما امروزه از شهادت می دانیم همان است که در فقه اسلامی و کتاب ها گفته شده است؟ با توجه به این امروزه نیز وضعیت و معیار جنگ ها نیز بسیار متفاوت از گذشته است. برای رسیدن به پاسخ مناسب هیچ راهی نیست مگر بررسی تمام آیات و احادیثی که در مورد این مفهوم وجود دارد. اما انجام این امر چندان ساده نیست و در یک برنامه تلویزیونی هم نمی گنجد، ولی باز هم باید جهت روشنسازی مسئله اقدام کرد. برای فهم کوتاه این که شهادت چیست و شهید کیست به گفتگو می پردازیم. با ما باشید. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، در خدمت جناب استاد عزیز احمد حنیف استاد دانشگاه هستیم. استاد خوش آمدید. سلامت باشین، ممنون شما. تشکر میکنم. سلامت باشین استاد. گفتیم که ما در جریان هفته شهید قرار داریم و همچنان در سالگشت عمرصاحب شهید هم پاس داشتیم و در آستانه سالگرد استاد شهید هم قرار داریم. خب در همین میان دو تا حادثه بسیار عظیم و بزرگ در تاریخ معاصر کشورمان، یعنی شهادت عمرصاحب و از طرف هم شهادت استاد، میخواییم که یک صحبتی داشته باشیم و یک تحلیل جنبندی در بحث برنامه داشته باشیم که میان این دو تا بزرگمرد تاریخ معاصر کشورمان و از سوی دیگر هم اگر به اصل قضیه شهادت و شهید نگاه بکنیم، ما میبینیم که در طول تاریخ اسلام و بخصوص تاریخ جهاد در کشور ما، از جهاد با استعمار انگلیس گرفته تا به
جهاد با شوروی و همچنان مقاومت و وضعیت امروزی. ما شهدای بسیار زیادی را تقدیم راه خدا کردیم و در این مسیر شهدای بیشماری را ما دادیم. میخواستم این را بپرسم که وقتی که ما هر ساله در یک هفته را اختصاص دادن به هفته شهید که یاد بود و یادواره از شهدای کشورمان صورت میگیره، میخواستم بپرسم که یک چیز واضح و روشن شوه و اول است که ما شهید کی را میگیم و یعنی شهید کیست و همچنان از شهادت چی تعریف داریم که شهادت چی هست. بعدا ان شاء الله پرسش های دیگری را مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران تکنیکی ما و بینندگان گرامی برنامه. با عرض درود به روح پاک شهدای راستین جهاد و مقاومت و به گونه خاص به روح پاک قهرمان ملی کشور امرصاحب شهید و روح بزرگ و پرفتوح استاد شهید رحمت الله علیه اجمعین و سایر شهدای نامدار و گمنامی که در دو دوری سرزنش ساز جهاد و مقاومت جانهایشان از دست دادن. پرسشی را که مطرح کردین، موضوع شهید و شهادت، ما در درازنای تاریخ اسلام و بخصوص در فقه اسلامی یک تعریف از شهید و شهادت داشتیم. این تعریف البته از قرنهای نخست به جا مانده تا هنوز مو یک تعریف است، اما ایجاب میکنه که یک نگاهی متفاوت و یک با یک طرز دیدی جدید ما به این واژه داخل شویم، به خاطری که مبارزات تغییر کرده، معیارها و گیردارها میان حق و باطل تغییر کرده با قرنهای گذشته. امام موجودی یکی از کسانی است که با واژه شهید با یک رویکرد متفاوت وارد میشه و در محور آیه سوره بقره یا سوره آل عمران، از غالبا سوره بقره است که میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. ما شما را امت وسط گردانیدیم به خاطری که شهدا بر سایر مردم باشی. اینجا سر ریشه لغوی شهید میچرخد و میگه که شهید به معنای گواه است. لتکونوا شهداء علی الناس، به خاطری که شما گواه باشید بر سایر مردم. این گواهی با قول می شود و با فعل می شه. او را شرح و تفسیر می کنه مودودی و در آیه سوره نساء می آید که خداوند متعال می فرماید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چه حالتی خواهد بود و یا چه موقعی خواهد بود وقتی که ما از هر امتی شهید بخواهیم، گواه بخواهیم، یعنی پیامبر شه که گواهی بده بر اعمال و کردار امتش و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما تو را شاهد و گواه به این امت بیاریم. نظر موجودی است که شهید و گواه کسی است که وصف عدالت او است، عاقل است، بالغ است، با اراده کامل و با آزادی کامل برای اثبات حق قیام میکنه، یا به زبان حق اثبات میکنه و یا با عمل حق اثبات میکنه. اثبات حق با زبان یک مرحله است که در عقد نکاح از او استفاده میشه و در محاکم از او استفاده میشه، اما فراتر از او و بالاتر از او مرتبه ای که حق با عمل ثابت میشه، او مرتبه است که یک نماد از او فدا کردن یا قربان کردن جان است در راه خدا. شخصی که مبارزه میکنه به خاطر یک هدف مقدس، اثبات حق به خاطر از اینکه حاکمیت نظام سیاسی الهی یا نظام الهی در جهان حاکم شود، نظام عدل الهی، آزادی حقیقی برای انسان ها متحقق شود، مساوات واقعی و حقیقی میان انسان ها تأمین و برقرار شود، صلح و امنیت و رفاه و آسایش و ترقی و سعادت و فلاح و صلاح دنیوی برای انسان ها متحقق شود، در این راستا این بزرگترین هدف از اهداف انسانی و والاترین دیدگاه و چشماندازی است برای مقام خلافت الهی در زمین برای انسان. کسی که در این راستا عملا مبارزه میکنه برای احقاق این حق یا برای اثبات امی حق جان خود از دست میده، ای از بالاترین و والاترین مقامی در نزد خداوند متعال برخوردار است. و ای را شهید به می خاطر میگه که خود گواه پیشکش کرده و حضور خداوند متعال خون خود گواه پیش کرده.
در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که خون مام مکلوم یکلم او یکلم فی سبیل الله، هیچ شخصی نیست که خون آلود می شود در راه خدا مگری که در روز آخرت میه خونش میریزه تازه می باشه، اللون لون دم و ریح ریح المسک، رنگش بسان خون می باشه اما بویش بوی مشک می باشه، به خاطر که این گواه حقیقی است برای اثبات حق در راه خدا. پس قتیل فی سبیل الله یا شخصی که کشته می شود در راه خدا، ای را به می مناسبت شهید گفته می شود. و فراتر از این، هر کسی که به خاطر امی هدف مقدسی که پیشتر ما عرض کردیم در راه از این کشته می شود، در راه از این سعی و تلاش می کنه، یا با قلم یا با زبان یا با فعالیت‌های سیاسی اجتماعی یا با فعالیت‌های مدنی یا با هر شکلی که فعالیت می‌کنه، تنها این نیست که در میدان نبرد در برابر دشمن گلوله رو برصد و کشته شود. هر کسی که به نوعی جد و جهد و سعی و تلاش به خرج می‌ده، او جهاد می‌کنه در راه خدا، وقتی که کشته می‌شود شهید است، درجه شهادت می‌گیره. اما با این درجات میان هم متفاوت هستند. آنچنان که شهدای بدر و احد با سایر شهدا متفاوت است، عین شکل شخصی که در میدان نبرد کشته میشه، شخصی که مظلومانه انفجار داده میشه در خانه کشته میشه، شهید میشه، ترور میشه، و شخصی که با در راه مبارزه قلمی یا در زندان شهید میشه یا در دفتر کارش مثلا شهید میشه. دقیقاً این شهدا بر میزان اخلاص در نیتشان و بر میزان سعی و تلاش و جد و جهدی که دارن در راه خدا در میان هم متفاوت هستن، اما در کل یکی از چهار صنفی هستن که خداوند متعال به اونا احسان میکنه در روز آخرت و اونا را حیاتشان و زندگیشان متفاوت خونده از دیگران، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. یکی نبیین از یکی صدیقین هستن، صدیقان و شهداء و صالحان هستن. شهداء از کسانی هستند که یکی از چهار صنفی هستند که خداوند متعال اینا را برگزیده، انتخاب کرده، برای خیشتن انتخاب کرده اینا را، برای مبارزه در راه اثبات حق اینا را انتخاب کرده، و اینا بندگان برگزیده الهی هستند بعد از انبیا و بعد از صدیقان، مقام شهدا در نظر گرفته شده در روز آخرت. بسیار خوب استاد، قبل از اینکه بحث موردی مون بیایم، تعریفی که از شهید و شهادت ایراد کردین، یعنی بحث یک مقدار روشن شد دیگه، زاویه دید ما یک مقدار روشن‌تر شد. بسیار تعریفی جامع و تعریفی که واقعا دیگه ما چیزی بود که تازه شنیدم و خیلی لذت بردم. تشکر میکنم از صحبت شما. میخواستم استاد اینا بپرسم که خب با توجه به اینکه پیشتر هم گفتن که معیار جنگ ها و همچنان تکنیک جنگ ها یا تاکتیک جنگ ها امروز تغییر کرده و با همو تاکتیک جنگ ها میشه که با فرموده شما که بیشتر تشریح کردین، شهادت هم به همو مناسبت باید حساب کرد و در نظر داشت. خب حالا مثلا جنگ های رویارویی که با دشمن داره کسی شهید میشه، ولا جنگی که امروز مثلا در جهان اسلام و بخصوص در کشور ما داریم، یک قسم جنگ های گنگ و مبهم و جنگ های استخباراتی وجود داره که در اینجا با اطلاق واژه شهید به دو طرفی از جنگ، مثلا بخصوص مثلا در همی عصر و زمان، میبینید که یک مقدار مردم برداشت و تلقیشان از شهادت و از شهید وارونه گاهی تلقی میشن. ما در دوران مقاومت مثلا این دوران هم اگر کسایی که در مقابل ما بودن هم خود شهید میگفتن و طبیعی که ما هم از ما هم شهید بود. حتی در دوران کمونیست‌ها هم چنین چیزی را اونا شهید میگفتن، کشته های خود. و امروز هم عین قضیه تکرار میشه که از نیروهای امنیتی ما که شهید میشن شهید هستن، قانون هم پاس شده که باید شهید اطلاق شوه و اینا گفته شوه، و جانب مقابل هم کشته های خدا شهید میگن. یک نوع سردرگمی و تلقی که وجود داره، یک اختلاط، یک خلط مبحث صورت گرفته که بیشترینی از مردم باز در تلقین از این واژه یا برداشتشون از شهید یک مقدار به انحراف کشانده میشن. تعریفی که شما از شهید کردین میتونه این معضله را به نظر من خوب میشه حل شد که شما گفتین، اما یک مقدار دیگه هم اگر کمکی دیگه هم تفسیر بتین که امی زاویه هم حل شوه، ان شاء الله باز پرسش‌های دیگه را بپرسید. ببینید، یک نقطه‌ای که مسلم فیه است یا همگی بو معتقد است،
ما باید بپذیریم که جنگ افغانستان جنگ استخباراتی است. بله، باید جنگ است. افغانستان میدان رقابت قدرت‌های بین المللی است. سازمان‌های استخباراتی بزرگ در اینجا حضور داره و در میان هم می‌جنگند. پس در این جنگ کسی که در حال تعرض قرار داره با کسی که در حال دفاع قرار داره فرق میکنه، متفاوت است. ما این را نباید خلط بکنیم. متاسفانه بعضی از دینگراهای ما، بعضی از کسانی که دعوت دینی میکنن، اونا خلط میکنن، جنگ افغانستان یکسان حساب میکنن. اما فکر میکنم که این جفا است و جور و ظلم است برای ای که ما یکسان اردو را بپنداریم. یعنی ظالم و مظلوم یک قسم حساب کردن. ظالم و مظلوم. اگر ما فرض کنیم که جنگ اساسا استخباراتی است، پروژه استخباراتی و پروژه های بیگانه است در افغانستان، ای را بپذیریم. نوعیت جنگال یک گروه است که با فتوای شرعی زیر بغل داره و جنگ خود مقدس تلقی میکنه و انفجار میکنه، انتحار میکنه، مسلمان ها رو میکشه، در جاده ها انتحار میکنن، در مسجد، در مکتب، در مدرسه، با طفل، زن، هیچ کسی رحم نمیکنن. در جانب، در برابر این فتوا، در برابر این فتوایی که صادر شده که انسان ها رو میکشه، ما میبینیم نگاه اسلام. قرآن کریم خیلی با صراحت میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. کسی که یک مؤمن رو میکشه، همین مؤمنی که در جاده ها کشته میشه، آیت قرآن کریم مستقیم متوجه میست. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما. پنج یا شش تاکید مکرر است. یکی از اینا توجه شوه، دویش توجه شوه، سهش توجه شوه، پنج توجه مکرر است که کسی که یک مؤمن را متعمد میکشه جزای جهنم است، خالدا فيها همیشه است در جهنم، و غضب الله علیه، غضب خداوند شامل حالش است، لعنت خداوند شامل حالش است و عذاب بزرگ هم شامل حالش است. پس اینجا قتل مؤمن و مسلمان به گونه تعرضی هیچ توجیه نداره. یکی دوم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که من قتل دون ماله فهو شهید. امام مسلم روایت میکنه، حدیث صحیح است از لحاظ سند، هیچ مشکل نداره. و من قتل دون دمه فهو شهید، من قتل دون دینه فهو شهید، من قتل دون اهله فهو شهید. کسی که به خاطر مال خود، کسی که به خاطر جان خود، کسی که به خاطر خانواده خود، به خاطر دین خود کشته میشه، این نمادهایی است یا نمونه هایی است که کسی که به خاطر این ارزش ها کشته میشه. ما این ارزش های دیگه هم داریم معادل به ارزش ها، که از جمله آزادی است، امنیت است، عدالت است. کسی که امنیت بر هم میزنه، کسی که عدالت بر هم میزنه، کسی که از نام دین سوء استفاده میکنه، در برابر زی استاد شدن، کسی که استاد میشه دفاع میکنه، کشته میشه، شهید است. آنچنان که در یک حدیث دیگری ما میبینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که المبتون شهید، کسی که مرض بطن یا اسهال میمرد شهید میشه. کسی که شهید. غریق میشه شهید است. و کسی که از کوه میفته شهید است. ما اینجا امروز علما میگن کسی که به مرض سرطان هم وفات میشه شهید است. اینجا کسی که به خاطر دفاع از مردم مظلوم و بیچاره کشته میشه شهید است. کسی که به خاطر تأمین امنیت کشته میشه شهید است. اگر فرض کنیم جانب دولت افغانستان هم که اینجا این طرف هم سازمان های استخباراتی حضور داره یا وابستگی های سیاسی است به نوعی یا اینچنین و چنان، شک و تردید دی وجود نداره، اما نوعیت جنگ دی طرف تغییر داره، متفاوت است. اینجا کسانی که کشته میشوند، فرزندان مسلمان و سربازان قوای مسلح ملی افغانستان، اینا اساسا به خاطر دفاع از امنیت مردم، به خاطر دفاع از مدرسه، دفاع از مسجد، دفاع از مکتب، دفاع از ارزش‌های دینی و ملی و اسلامی و انسانی کشته میشوند. پس اینا رو ما اگر شهید خطاب بکنیم دیگه مبالغه نکردیم، بی‌عدالتی نکردیم و ما نباید این دو رو با هم خلط بکنیم. سالها و سالهاست که پروژه های میبراید به نام طالب، به نام داعش، به نام القاعده، اینا با موسومی میجنگن. اگر یک مسلمانی در شرایط کنونی این را درک نکنه که استخبارات چگونه از گروه های دینی استفاده میکنه، از قرائت های غلط دینی چگونه استفاده میکنه، این مسلمان خیلی مسلمان عاطل و باطل پنداشته میشه. مسلمان باید عاقل باشه، با زمانش زندگی بکنه، دشمنش بشناسه، دوستش بشناسه، بازی های پیچیده رو بشناسه. مسلمان باید هوشیار باشه. هوشیار باشه. یک نقطه رو میخوایم برجسته بسازم که مفتی که فتوا میده،
فتوای جهاد میده. در شرایطی که لازم است برشی که اوضاع سیاسی و اوضاع آشفته منطقوی را دقیق بتانه مطالعه بکنه و تحلیل بکنه. سازمان های استخباراتی که در این بازی بزرگ نقش دارن اینا را دقیق بتانه منافعشان تشخیص بدن و شیوه و نوع فعالیتشان را تشخیص بده، اینا رو بشناسه که چگونه حضور دارن، چه میخواهن، اهدافشان چیست، مقاصدشان چیست. یک مفتی که در گوشه مسجد نشسته یا در مدرسه نشسته در کراچی از دنیا خبر نداره، از رقابت های پیچیده سیاسی و استخباراتی خبر نداره، از رقابت های بزرگ اقتصادی به سطح جهان خبر نداره، از منافع قدرت های بزرگ بین المللی خبر نداره، از وضعیت مردم خبر نداره و این را درک نمیکنه، تشخیص نمیکنه که مفهوم جهاد چیست. او فتوای جهاد میده، متاسفانه اکتداد مردم خود میکشه. خداوند متعال خودش میدانه که با این مردمان جاهلی که در حالت تعرض قرار دارن، مسلمان رو میکشن، خودشان هم کشته میشن، با اینایی که خداوند چگونه محاسبه میکنه، او مربوط خداوند متعال است. دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، دوباره خدمت شما برمیگردیم. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. خب جناب استاد، بحث ما روشن شد. بیام طرف اصل مبحثمان که خب ما اکنون تلقی را که از شهید کردیم و برداشتی را کردیم واضح و روشن است، تعریف بسیار روشن و خوبی صورت گرفت. در تاریخ جهاد و شهادتمان ما برجسته ترین نقطه و یا زمانش از مبارزات و جهاد و یا نهضت اسلامی در افغانستان بود که این قافله شهدا از اونجا شروع شد. میخواستم بپرسم از شما که ما به لحاظ اهداف و آرمان را، طبعا که یک کسی که جهاد میکنه، مبارزه میکنه به هر گونه ای که باشه، یا مدنی و مسالمت آمیز است و گاهی هم که جهاد دفاعی و دست به سلاح میبره، که ما دو تا روی کرده در تاریخ جهاد ما در کشور داریم، دوران نهضت اسلامی و دوران جهاد مسلحانه. خب اهداف را هم داریم که کسی در همین مسیر و در همین اهداف آرمان کشته میشه، او شهید است. به نظرتان ما تا به همین اکنون از اهداف و آرمان را که شهدای ما به خاطر تحقق آن اهداف و آرمان جانهای شیرینی خود تقدیم راه خدا کردند و خود را با خونشان شهادت میتین در پیشگاه خدا که ما با چنین هدف رزمیدیم، ما چقدر تانستیم که در همه مسیر آرمان و اهداف شهدای ما را زنده نگه داشته باشیم و از او به گونه لازم و به گونه درستش پاسداری کنیم؟ پاسداری تنها امی است که ما باید چند تا محفل مجلس بگیریم و خلاص دیگه، باز منتظر بوریم تا سال دیگه، و یا اینکه شهدا بر ما از لحاظ معنوی و اخلاقی حقوق دیگری هم داره که ما باید در همون مسیری که اونا خون ریختن ما باید استاد باشیم و همون مسیر همون چراغ باید زنده روشن نگه داشته باشیم؟ آرمان های شهدا متاسفانه برباد رفت. به سرنوشت خون شهدا متاسفانه معامله شد. عامر صاحب شهید با یک آرمانگرای واقعی، یک مجاهد بزرگ و آزادی خواه و یک شخص، یک شخصی بود که دیدگاه دینی و ملی و سیاسی و این مسائل داشت که افغانستان چگونه حکومت باید بیاید. اما متاسفانه کسانی که پیروان عمر سب بودن، یا بخواه در نتیجه دسائس و توطئه های دشمن یا در نتیجه ضعف نفسانی خودشان، از مسیر اصلی منحرف شدن و راه دیگری را در پیش گرفتن که ما دیدیم. عمر صاحب همیشه به وضو می بود. استاد شهید یک تیوریسن دینی و اسلامی در تاریخ افغانستان و جهان اسلام بود. شما باور کنین بدون مبالغه، وقتی ما به تاریخ اسلام نگاه می کنیم، بعد از خلفای راشدین تا امروز، بعد از خلفای راشدین زمانی که حضرت معاویه حکومت می گیره، حکومت خانوادگی میشه. امی حکومت خانوادگی است که ادامه پیدا می کنه. عباسی ها، عثمانی ها و غوری ها و غزنوی ها و همه، هم در اسپانیا، هم در حجاز، هم در بغداد، هم در ترکیه، هم در جاهای دیگه خراسان، همه حکومت های خانوادگی است. در تاریخ اسلام شاید بدون مبالغه اولین
اولین کسی که از راه مبارزه مقدس و از راه یک مبارزه سخت و مبارزه فکری میای قدرت تسلیم میشه استاد ربانی شهید است. اولین رئیس دولت اسلامی در طول تاریخ اسلام، نه تنها تاریخ افغانستان، یعنی بدون تردید استاد شهید است. در تاریخ افغانستان وقتی که نگاه میکنیم در 2500 سال اخیر، اولین رئیس جمهوری که با سواد استاد ربانی است، اولین رئیس جمهوری که تحصیل اسلامی دینی و معیاری داره، از یکی از حوزه های مشهور، از بزرگترین حوزه دینی فراغت حاصل کرده، از هر استاد ربانی شهید است. اولین کسی که نیم قرن از عمر خود وقف مبارزه در راه عدالت کرده، در راه آزادی و در راه حاکمیت اسلام صرف کرده، او استاد شهید است. و عامر صاحب شهید، اینا معتقد به اسلام معتدل بودن. اسلام یک اسلام است، اما اسلامی که ما به معتقد هستیم و اسلام معتدل است. شما باور کنین که تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم میخوانیم، در زمان جلال الدین محمد اکبر در هندوستان شیخ احمد سرندی فتوا نمیده. جلال الدین محمد اکبر میخواست سه دین اسلام و هندویزم و بودایزم و همچنان زردشتی را یک جا بکنه، چهار دین یک دین بسازه. شیخ احمد سرندی در برابرش فتوا نمیده، فتوا جهاد نمیده. این نشان دهنده اعتدال اسلامی است، نشان دهنده است که اسلام تعامل داره با دنیا، با واقعیت های زمان. اینا ضمن از اینکه آرمانگرا بودن، عامر صاحب شهید و همچنان استاد شهید، ضمن از اینکه آرمانگرا بودن و در راه عدالت اسلامی و مساوات انسانی و همچنان آزادی ملی مبارزه میکردن، ضمن آرمانگرایی اینا واقعگرا بودن، در دنیای خیال زندگی نمیکردن و با واقعیت های جهان معاصر تعامل میکردن و در عین زمان استراتژی و پالیسی دینی و سیاسی خود دنبال میکردن. اما متاسفانه بعد از امی بود، امی آرمانگرایی از اینا بود و امی واقعگرایی از اینا بود که نتیجه رو به دنبال داشت و مداخلگرا، متجاوزین یا کسانی که در افغانستان میخواستن حضور داشته باشن، بیگانه ها، اینا رو نمیتونستن تحمل بکنن و هیچگاه اینا معامله نکردن. در کسی که کشته میشه از طرف سازمان استخباراتی ترور میشه، شما باور کنین که اینا آزادی خواه هستن، اینا شخصیت های ملی و شخصیت های مردمی هستن. عامر صاحب شهید ترور میشه، استاد شهید ترور میشه و عبدالرحمن سید خیلی ترور میشه، جنرال داوود ترور میشه، کسان دیگری، محمد خان ترور میشه، از تمام گوشه و کنار افغانستان حاجی قدیر شهید ترور میشه. اینا کسانی هستند که شخصیت های ملی هستند و شخصیت های مردمی هستند، هدف و استراتژی دارن برای خود، کسانی که امروز ترور نمیشن. اینا معلوم از واضح هست که معامله میکنن پنهانی با قدرت ها. متاسفانه آرمان های صدها هزار شهیدی که ما هم در دوره جهاد و هم در دوره مقاومت به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر حاکمیت سیاسی اسلامی و ملی افغانستان از دست دادیم، امروز برباد رفته و به سرنوشت ملت، به سرنوشت میهن معامله میشه و همه نظارگر هستیم. افغانستان امروز به رهبرانی، به یک رهبری نیازمند است. امو قسمی که علامه اقبال گفته بود سال 1933، افغانستان همه چیز دارد، منابع طبیعی اقتصادی خیلی سرشاری دارد، مردم خیلی با عزت، با غیرت و با شرف و با شهامتی داره ملت افغانستان، ملت آزادی خواه و مسلمانی داره افغانستان. اما رهبران خیانت پیشه و رهبران ستمگر و کم همت به سرنوشتی ملت و میهن همیشه معامله کردن، همیشه معامله کردن. تنها امروز نیست، بلکه هر قدر که به عقب میری اینمی معاملگری هاست با بیگانه ها به سرنوشت این ملت. اما تا هنوز خوشبختانه که ملت زنده است و هنوز امیدوار است که یک روزنه برای نجات گشوده میشه. افغانستان فقط به یک ملت نیاز، به یک رهبری نیاز داره که نظام زندگی مردم افغانستان از این تعصبات تباری و از این سیستم های قبیلوی و روستایی که شکل گرفته، فرهنگش تغییر بده، یک تغییر بنیادی و کلی در فرهنگ سنتی و فرهنگ مردمی افغانستان بیاره که او با اسلام واقعی و معتدل انسانی و اسلامی که یک جهانبینی بزرگ انسانی را با خود حمل میکنه، با او اسلام بیامیزد، آشتی داده شود. در او زمان ما دارای یک حاکمیت
ملی و یک مدیریت سیاسی به سطح مردم افغانستان میتونیم باشیم. یعنی که ما راه شهدا و آرمان شهدا را میخواهیم که خب امروز اگر دنبال بکنیم، خب چیزی که شما گفتین یک مقدار ممکن است که ناامیدی به دست نسلی ما یک کسانی بوده که خب والا به همه چیز به باد فنا رفت، همه چیز به معامله شد، به تمسخر گرفته شد و همگی پشت کردن به آرمان شهدا. به نظرتان ما چی رای حلی داشته باشیم که چون جنگ ها هم همون قسمی که گفته شد استخباراتی است و خیلی دشوار سخت است، تحلیلی از این آگاهی از این هم و وارد شدن در میدان مبارزه به خاطر اون اهدافی که ما تقدیم کردیم و شهدایی که در راه خدا دادیم، به نظرتان خب راه حل و راه میانه و راهی که هم از نگاه اسلام درست است و هم از لحاظ مصالح ملی و اجتماعی و سیاسی ما میتونه که با وضعیت خودمان هم سازگار باشه، یک راه معتدل و یک راهی که نه به بیراه بره و نه هم به افراط و نه به هم تفرید، به نظرتان چنین راهی در پیش گرفتن که همون رهبری که شما گفتن از بطن امیر را باید با وجود بیاید که تا باز مانند امیر صاحب شهید و مانند استاد و همچنان امیر شهید هم از یاد نبریم که مانند از اینا باید دوباره مردم اعتماد کنن به همه رهبران و دوباره همو اهداف آرمان زنده کنیم. چگونه به رسمی هست؟ ببینین پیشتر ما گفتم که امیر صاحب شهید و همچنان استاد شهید هم آرمانگرا بودن و هم واقعگرا. ما رهبر نمیتونیم از آسمان پایان بکنیم یا زیر زمین بکشیم. کسانی که امروز در میدان هستند شخصیتشان خیلی واضح و هویداست بر مردم. از میان از اینا باید نسل جوان بخصوص که رهبر ساز است، نسل جوان اینا را تحلیل بکنه، تشخیص بکنه دیدگاهشان، شخصیتشان، داد معاملشان، موقفهای سیاسیشان کدام یکی معامله میکنه و کدام یکی آگاهتر است از قضایا با امو اعتدال اسلامی، با دیدگاه سیاسی دوراندیشانه و ملی حرکت میکنه، کدام یکی به بیماری های تعصبات تبوری گرفتار است و از دهن کدام یکی بوی تعفن قوم پرستی بیرون میشه و کدام یکی مزدور سازمان های استخباراتی است. ما نسل جوان باید توانمندی تشخیص و تحلیل و شناخت امی رهبرها رو داشته باشیم. کسانی که منفور هستن یا کسانی که منفی هستن پشت از اونا دیگر ها شوند. امو از بطن اینمی جامعه و از میان امی مردم کسانی هستند که ملت رهبری بکنن، افراد صادق، آگاه، مؤمن، با احساس، با استراتژی، با ظرفیت و با امو اعتدال اسلامی. یک سلسله شرایطی را که ما پیش خود باید داشته باشیم که رهبر چه کسی باید باشه و چه کسی میتونه باشه. بعضی کسایی هست در میان مجاهدین هنوز مفکوره هنوز در بین برخی جریان‌های جهادی زنده است، احساس اسلامی و دینی زنده است، برنامه و استراتژی در حد نسبی وجود داره. اینا باید غنی ساخته شوند و در این مسیر استوارتر و امیدوارتر گام برداشته شوه. انشالله ما میتونیم به یک جایی برسیم. ناامید نیست. ناامید نباید باشیم. خب استاد فکر کنم که وقتی برنامه ما هم بسیار زیاد محدود و کم مونده، در ظرف یک دو دقیقه حقوق شهدا از لحاظ مادی منظورم است، یعنی ورثه شهدا باید چگونه به ورثه شوه و چگونه رسیدگی شوه و دولت و ملت چه حقی دارن که ورثه شهدا بر ملت دولت چه حقی دارن که باید پرداخته شوه؟ آیا با یک لک دو لک افغانی که اکرامیه به ورثه شهید میتن میتونه که حق شهید از لحاظ مادی به ورثه رسیدگی شوه و تکافو کنه؟ متاسفانه فسادی که در افغانستان است، بی‌عدالتی که فعلا در افغانستان است، این باعث شده که با ورثه شهدا هم آنچنان که لازم است رسیدگی نشوه. آنچه که داده میشه به هیچ صورت کافی نیست، به هیچ صورت قابل قناعت نیست، نه از دیدگاه اخلاقی انسانی، نه از دیدگاه اسلامی و نه از دیدگاه سیاسی و ملی. به هیچ صورت یک شخصی که جان خود فدا میکنه به خاطر امنیت مردم، به خاطر دفاع از همین نظام، به خاطر دفاع از میهن، یک لگ افغانی یا 50,000 افغانی که برزو اکرامیه یا چیز پرداخته میشه یا چند ماماش پرداخته میشه، به هیچ صورت کافی نیست. ما اگر ما به داخل بعضی بخش های حکومتی نگاه بکنیم، ماش های گزاف دلاری که پرداخته میشه برای یک تعداد مامورین بیکفایت و لاابالی و بیهوده، ما آگاهی دقیق دارم ده ها کسانی است، ده ها تن انسان های بیکاره و لاابالی است که مستحق 10,000 افغانی ماش نیستن،
اما بیشتر از 10,000 دلار برشان ماش پرداخته میشه. ده ها ما میگیم بدون مبالغه، شاید از صدها تجاوز بکنه. بله. اگر ما امی معاشات به این مردمای بیکاره اینا را رخصت بکنیم برون از اونجایی که اومدن، پس برون بمو امریکا و کانادا و استرالیا و جایی که اومدن، تنها ماش از اینا یک بخش میتونه باشه برای ورثه شهدا پرداخته شوه و معاش از اینا تأمین شوه و به کفاف از اینا پرداخته شوه. علاوه از این فسادی که در حکومت است، فساد اداری که به میلیاردها دلار میرسه، گزارش ها واضح است، امروز میشه میبینیم شما. اگر کسی به این ملت دل بسوزانه، از این فسادهای میلیارد دلاری جلوگیری بکنه، یک بخش خیلی کوچکش میتونه که حقوق یتیم و بیوه و بیچاری شهدا را کفایت بکنه. اما فساد از بالا گرفته تا پایین، حکومت در فساد غرق است، نه میتونه به حقوق به ورثه شهدا رسیدگی بکنه و نه هم به بعضی امور مطلوب و لازمی دیگری که در بخشای ملی نیاز است به او رسیدگی بکنه. متاسفانه ما دیگه تو یک سردرگمی و فساد غرق هستیم. متاسفانه بسیار زیاد. در چند جمله هم پیامتان رو میخوایم بشنویم در رابطه با همین هفته شهید و ما به خاطر درک و تشخیص آرمان شهدا ضرورت داریم که فکر و اندیشه از اونا رو بیشتر بخوانیم. ما بیشتر اشاره کردیم که عمر صاحب شهید و استاد شهید هیچ وقت بی وجود نمی بودن در زندگی. نمازهای از اینا هیچ وقت به انفرادی خوانده نمی شو. همیشه بر وقت بود در سختترین شرایط و همیشه با جماعت نماز می خوانن. مردمان فقیر و مردمان ضعیف و ناتوان خیلی دوست داشتن. مجاهدین همه گمی تو مجاهدین واقعی. آرمانگرا بودن، واقعگرا بودن، اعتدالگرا بودن، انسانهای با اخلاق بودن، همواره با قرآن میزیستن و همواره از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده میکردن، تاریخ اسلام رو مطالعه میکردن، تاریخ مبارزات اسلامی رو مطالعه میکردن. نسل جوان امروز ما سخت ضرورت داره که به گونه دقیق تحت تاثیر عواطف و احساسات یک تعداد نرود و تحت تاثیر فضای آلوده یا فضای مکدر سیاسی که فعلا جهاد و مقاومت تحت شعاع قرار داده نروند. تاریخ جهاد و تاریخ مقاومت ما سفید و یک تاریخ واضح، شفاف و زنده است. به هر قیمتی که میشه ما نسل باید تیره حفظ کنیم و به نسل‌های بعدی باید انتقال بدیم. اگر بی تفاوت از برابر این دو تاریخ، دو مقطع تاریخی بگذاریم، ما سخت جفا کردیم به نسل‌های بعدی ما. بسیار زیاد تشکر میکنم از حضورتان. سلامت باشین. ممنون شما. بینندگان عزیز، بخش گفتگوی اومد و پایان رسید. جزئیات دیگری برنامه را لحظات بعد با هم پی میگیریم. در این بخشی از برنامه امت یکی از بزرگان جهان اسلام با معرفی میگیریم، با هم میبینیم. قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، ابرمرد شجاع، دلیر، مرد بیبدیل، الگوی مقاومت، قهرمان جهاد، دشمن ستیز مستقل، وطن دوست، باوقار، قهرمان ملی کشور و بالاخره دارای تمام اوصاف نیک بود. احمد شاه مسعود یک ستاره تابناکی بود که تمام عمر خیش را در دوره های جهاد و مقاومت وقف آزادی، حفظ تمامیت ارضی و به اهتزاز درآوردن بیرق اسلام در تمام جغرافیای کشور خیش افغانستان نمود. شهید احمد شاه مسعود یک مبارز و مجاهد مسلمان واقعی بود که تقوا و پرهیزگاری جزئی از عقیده و اصل زندگی او به شمار می رفت. او یک مرد مبارز معتدلی بود که هیچگاهی سر تسلیم را در برابر بزرگترین استعمارگران جهان پایین ننمود و با شوق و علاقه، با ایثار و فداکاری زیادی، با حس آزادی طلبی و تندوستی و مردم دوستی خیش که در سر می پرورانید و با آن عقیده داشت، در برابر استعمارگران با قامت بلند و استوار مبارزه نمود تا دشمنان وطن و مردم خیش را شکست دندان شکن داد. شهید احمد شاه مسعود یک نظامی قوی و استراتژیست ماهر جنگی بود. او می دانست تا چگونه جنگ علیه دشمنان خیش را همراه با مجاهدین رهبری کرده تا با استفاده از ابزار دست داشته خیش به شکل خردمندانه با توکل به خدا بزرگترین تلفات را به جانب دشمن وارد نماید. احمد شاه مسعود شهید یک سیاستمدار هوشیار دوران وقت خود بود. او با درایت و دانش سیاسی خدادادگیش توانست تا تمام رقبای سیاسی و وابستگان بیرونی دشمنان مردم خیش را از پا درآورد و از صحنه سیاست بیرون نماید.
مسعود شهید در دوران مقاومت توانست با رهبری خردمندانه نظامی خیش در چوکات دولت اسلامی بر رهبری استاد شهید پروفسور برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح در برابر تروریسم بین المللی و طالبان مزدور ایستادگی نموده و جنگ علیه آنان را با کمال شجاعت و مردانگی به پیش برده و از هیچ نوع فشار و اخطارهای بیگانگان نهراسیده تا آخرین رمق حیات خیش دست از مبارزه نکشیده و به آن ادامه داد. احمد شاه مسعود شهید یک مرد متوکل با خدا بود و برای رسیدن به هدف خود که همانا تطبیق شریعت خدا و اقامه حکومت اسلامی در کشورش، آزادی وطن و مردم خیش از هیچ گروهی نمی هراسید. ایثار و فداکاری آن مبارز حقیقی و راستین در تار و پود مردم افغانستان جا داشته و هیچگاهی کارنامه ها مبارزات راستین، ایثار، فداکاری، شجاعت و مردانگیشان و باد فراموشی نخواهد رفت. یاد و خاطره های مردان آزادی جاودان باد. اخبار هفتگی جهان اسلام آماده نشر است، با هم تماشا میکنیم. تعداد زیادی از شهروندان اتریشی با برگزاری تجمعات و یا از طریق فضای مجازی با اظهارات هاینز فاسمان وزیر آموزش این کشور در مورد طرح ممنوعیت حجاب در مکاتب اعتراض کردند. برخی از نویسندگان مشهور، فعالان اجتماعی و نمایندگان انجمنهای مردم نهاد اتریش طرح ممنوعیت حجاب در مکاتب را نوعی تبعیض دینی و نقض حقوق بشر می دانند. وزیر آموزش اتریش اخیراً اعلام کرده است که گسترش ممنوعیت پوشش سر برای دانش آموزان و معلمان مکاتب در پارلمان این کشور باید مورد گفتگو و بحث قرار گیرد. دین اسلام در اتریش به عنوان یکی از ادیان رسمی از سال 1912 شناخته شده است و بیش از 600 هزار مسلمان در این کشور حضور دارند. جمعیت مبارزه با اسلام حراسی در بلژیک با انتشار گزارشی مستند به اظهارات قربانیان اسلام حراسی تصریح کرد. حملات ناشی از اسلام حراسی با هدف قرار دادن مکانهای عبادی، خشونتهای جسمی و انتشار مطالب تنفرآمیز در شبکه‌های اجتماعی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این گزارش آمده است بلژیک هر دو روز شاهد یک حمله ناشی از اسلام حراسی است که بیشتر مهاجمان از مردان هستند. این نهاد حقوقی با اشاره به اینکه زنان محجبه به دلیل حجابشان در سال 2017 میلادی 76% از قربانیان را تشکیل دادند تأکید کرد. آمار ارائه شده در خصوص پدیده اسلام حراسی در بلژیک با حقیقت فاصله زیادی دارد، چرا که بسیاری از افراد در برابر این حملات سکوت می کنند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه صدور حکم اعدام برای تعدادی از اعضای اخوان المسلمین در مصر را محکوم و آن را شرم‌آور توصیف کرد. این در حالی است که دادگاه مصر حکم اعدام 75 متهم پرونده می شدند. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفتگی امت که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر امت، همه شما را به الله یکتا و توانا بسپارم. خداحافظ و نگهدار شما. تهیه شده در تلویزیون نور.